سلام به همگی، حالتون چطوره؟ از اونجایی که همتون خواسته بودی قسمت دوم غذای خیابونی هندی رو براتون بسازیم، امروز دوباره میخوایم با هم یه سفر بریم هندوستان و از تماشای طرز تهیه غذا خیابونی های فوق بهداشتی هندی لذت ببریم. اگه قسمت قبلی این ویدیو رو ندیدید، لینکش الان میاد بالای صفحه، روش ضربه بزنید و حتما تماشا کنید تا بیشتر با آشپزی خیابونی هند که میگن عمو حسن رسیپی املتاشو از اونجا یاد گرفته آشنا بشید. فقط قبل از اینکه شروع کنیم، برای اینکه به ما انرژی بیشتری برای ساختن ویدیوهای جذاب و باحال بدید، لایک و بکوبید، کانال دانستنی روز رو حتما سابسکرایب داشته باشید. اگر هم سابسکرایب نکردید، همین الان کاره اداریش رو انجام بدید و زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. خب بریم سراغ اصل مطلب و ببینیم این استریت فود یا غذا خیابونی هندی که اینقدر ازش تعریف میکنن چیه. برای اینکه همین اول همه چی دستتون بیاد و تو ادامه ویدیو شوکه نشید، با این ویدیو شروع میکنیم. خب حالا که به عمق فاجعه پی بردید، بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. اگر هم متوجه نشدید چی شد، یه بار دیگه ببینید و به پارچی که دست آشپزه دقت کنید. سامنے کٹوا لوں گا کسی کا کھجلی کا وہاں پکڑ لے کاٹ لے چلو چلو بھگت جی کر رہے ہیں ہم تو اور سر اپنے بھارت کے اندر سب سے نمبر 1 حیدرآباد چل رہا ہینگ میں ہمیں دنیا کی ہینگ منگا لی لیکن حیدرآباد کے مقابلے ہینگ کہیں کی نہیں ہے اچھا یہ ہینگ ڈال رہے ہیں اپ احتمالاً ویدیوهای این آقا رو تو اینستا دیدید. تو این قضیه پرچمداری برای خودش. تو این ویدیو اول داشت میگه به جان بچم غذا بهداشتی، اصلا بهداشت خط قرمز منه. بعد مشتری بهش گفت خب چرا دستو میخوین تو قابلمه؟ ادم گفت به جون خودت دستمو تا اینجا شستم. بعدش هم یه سری چیزا که ما نمیدونیم چیه، اصلا علاقه ای هم نداریم بدونیم، قاطی اون آب زرد که به امید حق علیه باطل آب زرد چوبه باشه کرد. حالا نمیدونیم آرد بود، گچ بود، چی بود، فقط اون سبز رو ازش پرسیدیم، گفت محتویات معده گوسفند بعد از ذبحه. بیشتر از اینا پردازم چون باعث حالت تهوع خودم و شما میشه. فقط یه سوال دارم، این که دستشو تو بازو فرو میکنه تو قابلمه، دیگه اون ملاقه برای چیه؟ فکر کنم میخواد حرص مشتری رو در بیاره، میخواد بگه ببین ملاقه دارم ولی بازم دستم رو تا اونجا که خدا رو خوش نمیاد میکنم تو قابلمه. اما میرسیم به این ویدیو. اصلا راجع به این که همه ادویه‌ها رو با دست ریخت تو غذا و همزد نمیخوام صحبت کنم، چون مشخص این قضیه تو هند کاملا طبیعیه، چون ما هر چی گشتیم ویدیو هم پیدا نکردیم که دستشون رو تو قابلمه نکنن. میگن اصلا کفگیر و ملاقه تو هند تزیینیه. من فقط درگیر اونجا هم که توف زد به انگشتاش بعد مالید به غذا. تو الان میگفتم شاید اینا دستشون رو کامل شستن که انقدر راحت دستشون رو تا ناموس میکنن تو قابلمه، ولی دیگه توف مالی کردن واقعا هیچ توجیهی نداره. تازه الان جلو دوربین بود این حرکتو زد، معلوم نیست وقتی کسی باشه چه مایاتی از بدنش به ماله به غذا. امیدوارم پیراشکی یک کرمدار نفروشه، ولی مشخصه حلال خوره، چون خودش هم یک کم مزه کرد، گفت وصل جنسه، شربت شهادت هم آماده است. میدونم که بعد از دیدن این ویدیو برگاتون ریخته، ولی خواهش میکنم قبل قضاوت کردن انصاف رو رعایت کنیم. چطور شما چای کله مورچه رو میخورین؟ خب اینم چای مگسی دیگه. بیاین دست از نجات پرستی برداریم، بین چای حشرات مختلف تبعیض قائل نشیم. چند تا مگس نشستن اونجا، اتفاق خاصی هم نیفتاده. مگس هم مخلوق خدا، زبون بسته 24 ساعت داره رو هوا بالبال میزنه، خب خسته میشه، حالا 2 دقیقه هم بشینه رو غذا چیزی نمیشه که. اما مطمئنم بعد از دیدن ویدیوی بعدی حسابی تعجب میکنید و انتظارشو ندارید، چون ما بالاخره تونستیم 2 تا غذای هندی هم پیدا کنیم که کاملا بدون دخالت دست درست بشه. Meow 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 me
ای بابا خواهشن دست از این ایراد گرفتنتون بردارید. مگه نمیگید غذا باید بدون دخالت دست درست بشه که بهداشتی باشه؟ اینا هم به غذا دست نزدن، از پا استفاده کردن، کاملا طبیعی و ارگانیک، سرشار از ویتامین و مواد معدنی و بدنی. بعد از چای مگسی، یکی از محبوب ترین نوشیدنی های هندی آب میوه مگسی که میگن خیلی خوشمزه است و واسه تمدد اعصاب خوبه. اعصابت که مگسی شد، یه لیوان از آب میوه رو میخوری، معده‌ت یک جوری تعجب میکنه که کلا اعصاب خوردی از یادت میره. فقط حتما نخ دندونم همراهتون باشه، چون بال مگس سخت از بین دندونا بیرون میاد. कब माखनी जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, वही प्रसाद काबा खा रहे हैं, ये प्रसाद हम खाते हैं, किसी प्रकार की कोई کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم ہمارا ہندی ہم کلا حیوان دوستن و به همه مخلوقات خدا یه جور احترام میذارن. فرقی نداره مگس باشه یا موش، اگه گاو باشه که اصلا میپرستنش. کاش یکم از اونام یاد بگیریم انقدر مگسا و موشا رو نکشیم. ببینید این موش موشی ها چقدر مؤدب نشستن دارن غذا میخورن. حالا فوقش بعد خوردن این غذا مریض میشن، میرن دکتر دیگه. الان تو هر کوچه 5 تا دکتر پیدا میشه. آسمون که به زمین نمیاد. اینم که دیدین دلمه هندی بود، سمبوسه و گوجه سبز و با سس آبدوخیار روی برگ سرو میکنن و میگن خیلی هم مقوی و خوشمزه است. اگه رفتین هند حتما امتحانش نکنین مگر اینکه از جونتون سیر شده باشین. یه اخلاق خوب هندی هم علاوه بر مهربونی با ایوونا اسراف نکردن. اسراف و هدر دادن غذا اصلا تو قاموس مردم هند نمی گنجه. حتی نمیذارن یه قطره خوراکی هم حرام بشه. بعد شما تا خوراکیتون میفته روی زمین میگید دیگه کثیف شد، میندازینش دور. یک کم از این هندی ها یاد بگیرید. نه وو نکل گیا وو کوئی پارکینگ نو پارکینگ میں تو کو لے کر چلا ایسا تو چلے گا ہی نہیں دکان جس وقت سے این اسراف نکردن که گفتم تو این ویدیو هم مشخص بود. همون یه ذره غذایی که از قابلمه ریخته بود بیرون و با خاک انداز جمع کردن که مبادا هدر بره. فقط نمیدونم چرا غذاش این شکلی بود. شعله مشدی بعد از حزب ظاهرش از این بهتره. فقط امیدوارم عطر و طعمش مثل ظاهرش نباشه. ببینید با حیوانات که مهربون باشید اونا هم به شما مهربونی میکنن. مثلا این ویدیو رو دیدین، میمون داشت ظرف میشست، ولی تو ایران یه میمون میاد ظرفای ما رو بشوره؟ نه، باید 50 میلیون بریم پول ماشین ظرفشویی بدیم. من بعد از دیدن این ویدیو تازه فهمیدم چرا عمو حسن میگه بهداشت خط قرمزشه. عمو حسن در مقابل اینا وزیر بهداشت محسوب میشه. حالا شما صادقانه تو کامنت ها بگید بین خوردن غذای خیابون هندی و مرگ بر اثر گرسنگی کدوم رو انتخاب میکنه. لینک این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و برای اینکه خستگی ما در بیاد لایک رو فراموش نکنید. کانال دانستنی روز رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که وقتی ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید. اگر هم دوست دارید قسمت بعدی این ویدیو رو بسازیم تو کامنت ها واسمون بنویسید. دو تا ویدیو قبلی ما رو هم الان روی صفحه هستن میتونید ببینید. تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار.